سرخط خبرها. استقبال طالبان از گزارش تازه بانک جهانی. نشست جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در هند. زنی که هزاران دنبال کننده برای تعلیم فرزنداش به اتهام بدرفتاری با فرزند خودش دستگیر شد. و سارقین کمود طلای چرچل که 6 میلیون دلار ارزش داشت بازداشت شد. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام. امروز یک شنبه 3 سپتامبر 2023 میلادی مصادف است با 12 سنبله سال 1402 هجری شمسی. با من شبانه رسولی به سرویس خبرهای افغانستان جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. مشروع خبرها. حکومت طالبان میگوید که گزارش اخیر بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان حاوی درک حقایق و تحولات این کشور به جهان است. در یک اعلامیه حکومت طالبان که بروز شنبه منتشر شد، همه نقاط مثبت گزارش اخیر بانک جهانی ذکر شده و مورد استقبال معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان قرار گرفته است. در گزارش بانک جهانی به کاهش نسبی نرخ تورم، بهبود ارزش افغانی، توسعه سیستم بانکی، عرضه بهتر خدمات و پرداخت معاش به کارمندان ادارات دولتی اشاره شده است. با ادامه دادخواهی ها و حمایت سازمان های حقوق بشری از فعالان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان، یک سازمان حقوق بشری به نام فرید خواهان رهایی متی الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش، و رسول پارسی، فعال اجتماعی و استاد پیشین پوهنتون از بند طالبان شده است. این سازمان به روز گذشته در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که متی الله ویسا و رسول پارسی به ناحق زندانی شده و هرچه زودتر باید آزاد شوند. معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان از آغاز روابط رسمی و باز میان جبهه مقاومت ملی افغانستان و روسیه خبر داده است. امرالله صالح بار دیگر از توافقنامه آمریکا با گروه طالبان انتقاد کرد و روابط رسمی جبهه مقاومت با روسیه را گام مهم و تحول استراتژیک خواند. امرالله صالح گفته که مقام‌های روسی با درک این که راهکار جبهه مقاومت مبارزه مسلحانه است، از احمد مسعود استقبال کردند. دفتر معاونت اقتصادی صدر اعظم طالبان از دیدار حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در کابل، با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه خبر داده است. در اعلامیه دفتر معاونت اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان آمده است، در دیداری که بر روز شنبه 11 سنبله انجام شده، دو طرف روی مسائل سیاسی، اقتصادی و همکاری های دو جانبه در مورد مختلف بحث و گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اظهارات بی‌سابقه تهران را متهم کرده است که شمار اعدام‌ها در ایران بیشتر از تعداد زندانیان در حکمرانی طالبان است. در ویدیویی که اظهارات متقی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خطاب به مقامات ایرانی به گونه ضمنی گفته است که از توسعه برای ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان اجتناب کنند. سید حسین موسوی، یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایران، در واکنش به اظهارات متقی گفته است که اداره طالبان با این گونه اظهارات نمی‌توانند طفره بروند. کاغد امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملی کړی دا او په تیر دوه کلو کې ثابته کړیم دا لدین وړي خاطه خنور مسائل د کورنی مسائل دي زول د تاسو کورنی چارو کې مداخله نه کوم ته سمات همیشه د هم شموله توسعه کوي آیا تاسو خپل هیواد کې هم شموله جوړ کړی تاسو خپل هیواد خپل حقوق ور کړی د ما په بندخانو کې دومره بندیان نسته لکه تاسو ادامه یې
ی تا په هیواد کې په زرهاو انسانانو رکھتی څوک پختنه نسی کولای. لہذا کورنی مسائل خپل دی، هغه چې په خارج پورې اړه لري، هغه دا ده چې نه افغانستان خاوره د چا په ضد کارول کیږي، نه به بیا له افغانستانه مخدره مواد تولیدیږي او صادریږي، او نه به نور هغه څه وي چې هغه نړۍ ته ضرر وي. طالبان در واکنش به نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد نصب بیش از 60,000 کمره امنیتی در سراسر افغانستان گفته است که نصب این کمره ها نه تنها در افغانستان یک ضرورت امنیتی است، بلکه در هر شهر و پایتخت کشورهای جهان رایج است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله بر روز اول سپتامبر در سلسله پیام ها در شبکه اجتماعی اکس از نصب این کمره ها دفاع کرده و گفته است که اتاق کنترل تمامی کمره ها امن است و هیچ کس جز افراد مسئول حق دسترسی به آن را ندارد. ایالات متحده آمریکا بر روز اول سپتامبر اعلان کرد که با فروش وسایل زیرهی به ارزش 1.5 میلیارد دلار به بلغاریا موافقت کرده است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، آمریکا کمک نظامی و فروش تسلیحات نظامی را برای اوکراین و متحدان ناتو افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا در یک اطلاعیه به کنگرس آمریکا گفته است که به درخواست بلغاریا برای خرید 183 وسیله نقلیه استراتژیک که بیش از نیمه آنها وسایل زیرهی برای انتقال پرسنل نظامی می باشد توافق کرده است. مقامات هند می گویند که برای تامین امنیت نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 که قرار است در ماه جاری در دهلی نو پایتخت آن کشور برگزار شود، حدود 130,000 پرسنل امنیتی توظیف شده است. در این نشست دروزه که به تاریخ 9 سپتامبر آغاز می شود، رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان از جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گرفته تا ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حضور خواهند داشت. یک زن اهل ایالت یوتای آمریکا که توانسته بود در شبکه اجتماعی ویدیویی یوتیوب برای خود صدها هزار دنبال کننده دست و پا کند و به آنها درباره چگونگی تربیت کردن فرزندانشان تعلیم دهد و اتهام بدرفتاری و غفلت از فرزندانش بازداشت شده است. روبی فرانک و شریک کاریش جودی ننن هلفرند به روز چهارشنبه 3 آگوست در شهر اینوینز ایالت یوتا بازداشت شدند. پلیس هنگام بازداشت او دختر 10 سالش که آشکارا از سوء تغذیه رنج می برد را مستقیم از خانه به شفاخانه منتقل کردند. چند سال پیش سارقین یک کمود طلایی به ارزش 6 میلیون دلار از خانه دوران کودکی چرچل به سرقت بردند. حال پلیس انگلیس میگوید مزنونان اصلی این سرقت پس از 4 سال بازداشت شدند. این کمود طلایی که نامش را آمریکا گذاشتند با طلای عیار اژدها ساخته شده و تقریبا 4 سال پیش از کاخ بلینهایم به سرقت رفت. بر اساس گزارش بی بی سی جهانی، پلیس بریتانیا یک زن و 6 مرد را به زن سرقت دستگیر کرده است. این کمود طلا در زمان سرقت به لوله‌کشی آب قصر بلینهایم وصل بود و سرقت آن باعث شد سیلاب در این بنا راه بیفتد و خسارات فراوان به کاخ وارد شود. با نشر این خبر به پایان سرویس خبرهای امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من شبانه رسولی به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر می کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.